سلام دوستان، امروز میخوایم در مورد یکی از علف‌های هرز انگلی که مزارع کشاورزا رو با تهدید مواجه میکنه صحبت کنیم. این علف هرز انگلی انگل ریشه است به نام گل جالیز. گل جالیز یه علف هرز انگلیه که از ریشه گیاهانی مثل گوجه فرنگی، کدویان، نخود، لوبیا، باقلا و بعضی از درخت‌ها تغذیه میکنه. گل جالیز انگل ریشه است. ریشه این گیاهان یه سری مواد رو ترشح میکنه که باعث میشه بذر گل جالیز جوونه زنی کنه. گل جالیز باعث زرد شدن برگ ها، پژمردگی گیاه و همچنین ممکنه باعث توقف رشد کل گیاه بشه و خسارت زیادی به محصول وارد میکنه. تا جایی که برآورد شده گل جالیز میتونه از 5% تا 100% باعث کاهش عملکرد محصول بشه. همچنین باعث کاهش کیفیت محصولتون هم میشه. برای اینکه مبارزه کنیم با این علف هرز خطرناک یه سری راهکارهایی وجود داره. اولین راهکارمون اینه که تنوع زراعی رو حتما رعایت کنیم. مثلا چند سال پشت سر هم گوجه فرنگی یا کدویان رو توی مزرعه کشت نکنیم. بیایم از محصولاتی مانند تناوبی مثل غلات، ذرت، سرگوم و یونجه استفاده کنیم و این محصولات رو توی تناوبمون قرار بدیم. یکی دیگه از راه‌های مبارزه با گل جالیز ضد عفونی کردن خاک با خورشیده که بهش سولاریزاسیون میگن. به این ترتیب که میایم خاکمون رو مرطوب میکنیم و روی اون مالچ کشی میکنیم که مالچ کشیمون میتونه مالچ تیره یا مالچ شفاف باشه که ترجیح هم مالچ شفاف باشه خیلی بهتره. و باید دقت کنیم که خاکمون مرطوب باشه، چون اگه خاک رطوبت نداشته باشه این مالچ کشی تأثیری برای کنترل گل جالیزمون نداره. و مالچ کشیمون باید حدود 2 ماه باشه و دمای زیر پلاستیک باید به حدود 47 تا 58 درجه سانتیگراد برسه. یکی دیگه از راه‌هایی که میتونیم با این علف هرز مبارزه کنیم غرقابی کردن زمینه. توی مزارعی که امکانشو دارن میان برنج کشت میکنن که با استفاده از غرقابی اجازه نمیدن که بذر گل جالیز جوونه زنی کنه. یکی دیگه از راهکارا استفاده از گیاهان تل است. گیاهان تله باعث میشن که بذر گل جالیز جوونه زنی کنه ولی نتونه از ریشه اونو تغذیه کنه و به این ترتیب باعث میشه که گل جالیزمون تو همون مراحل اولیه از بین بره. این گیاهان تله میتونن ذرت و سرگون باشن یا شبدر برسی. یکی دیگه از راه‌های مبارزه با گل جالیز استفاده از سم‌های عمومی مثل رانداپ که به مقدار خیلی خیلی کم توی هکتار استفاده میشه. مثلا رانداپ 50 سی سی در هکتار استفاده میکنن. راه دیگه که میتونیم گل جالیز رو کنترل کنیم رژین دستیه که خیلی زمان بره، ولی اگه بتونیم تو مراحلی که تازه گل جالیز به گل رفته و هنوز تشکیل بذر نداده اونو کنترل کنیم و اجازه ندیم که تولید بذر کنه، چون بذر گل جالیز حدود 10 تا 13 سال تو مزرعه میتونه به حالت خواب باقی بمونه و هر سال تعدادی از اونا جوونه زنی کنن. راه دیگه اینه که بهداشت مزرعه رو رعایت کنیم. مثلا از ورود حیوانات به مزرعه که شامل گل جالیزن جلوگیری کنیم یا ادوات کشاورزی که وارد مزرعه که گل جالیز بوده شدن رو حتما تمیز کنیم و اجازه ندیم که ادوات از مزرعه که گل جالیز داشته وارد مزرعه تمیزمون بشن، چون بذر گل جالیز خیلی ریزه و از طریق حیوانات، از طریق ماشینالات زراعی، از طریق باد و از طریق آب میتونه وارد مزرعه که آلوده نیستن بشه. یکی از مشکلات مبارزه با گل جالیز تولید بذر خیلی بالای گل جالیز و مدت طولانیه که توی خاک میتونن به صورت خواب باقی بمونن. با تشکر از توجهتون.